سلام شاگرد عزیز، روزت بخیر. خدا کنه که از گزند مشکلات و امراض در امن خدا قرار داشته باشی. امروز رسیدیم در قسمت درس 14 مضمون دری صنف 4 که تحت نام کسب دانش است. قسمی که برای همه و خودت معلوم است، انسان های دانشمند شخصیت های بسیار کلیدی و معتبر فامیل، جامعه و جهان را تشکیل می دهند. که از شخصیت های دانشمند که از دانش خود استفاده درست می داشته باشند، خداوند مقام آنها را در حتی آیات مبارکه خود و همچنان در احادیث شریف ذکر است که مقام بلندی دارند. پس جمله زیبایی که همیشه تا در زبان ها جاری است، آن کسی که میدانه و نمیدانه هیچ وقت برابر نیست، معلوم است. و یک حدیث مبارک وجود داره که گفته شده علم اگر در چین هم باشد، باید به کسب آن تلاش کرد و روانی چین باید شد. چون در زمانه های که حضرت بهترین عالم حیات بودن و به صحابه های خود همچو مثال هایی را می گفتن، پس در او اوقات و زمان ها چین از علم و دانش بسیار برخوردار بود و همچنان فاصلش هم دورتر. پس به این اساس، یعنی انسانی که اگر می خواهد در مدت 60-70 سال کم و بیش عمر خود به موفقیت های بزار بزرگ نائل شود، باید علم بیاموزد. پس علم آن وسیله، آن توانایی و آن خوشبختی برای یک انسان دانشمند است که هیچ کسی از پیشش دانشش گرفتن نمیتونه، بلکه وقت انسان از دانش خود استفاده درست کنه، اجر و پاداشت نیکی خود هم در دنیا و آخرت در نزد خداوند می داشته باشه. پس علم انواع مختلف خود می داشته باشه. می تانه دانش یا علم در بخش دین باشه، در بخش تکنولوژی باشه، در بخش های متفاوته که امروز در جامعه امروزی شاهدش بوده میتونم. دانش در بخش اقتصاد، دانش در بخش طبابت، دانش در بخش زبان و ادبیات، دانش در بخش های متفاوته که لازم است در جامعه. پس یک شخصی که تنها از دین بدانه، فکر نمی کنیم که امروز در جامعه پیروز باشه. پس باید انسان های امروز زمینی که از دین باید بیشتر مطالعه کنند و بدانند، قرآن مطالعه کنند، اصلیت های واقعی قرآن را نظر و روز عمل کنند و احادیث شریف را مرور کنند و عمل کنند در زندگی، و همچنان باید از علم و دانش های روز که با دین اسلام زمانی که یک جا شود، انسان میتونه که بیشتر به خود و بزرگی که خداوند برش نصیب کرده، با خلاقیتی که نصیب کرده، با نیروی فوق العاده که ذهن انسان می باشه، خود و خالق خدا بیشتر و جامعه خدا بیشتر انسان می تونه بشه. پس میریم در قسمت صفحه درسی، قسمی که قبلا گفته شد و عنوان تحت معرفی و شناخت دانش و علم داریم که کسب دانش میگیم. کسب کردن یعنی به دست آوردن یا نال شدن به موفقیت ها. دانش هم بخش های متفاوت خود داره که قبلا گفته شد. یک بار بیت های شعر می خوانم برای از اینکه دقیق درست خوانده بتانیم. شاگرد عزیز، گر دل نهی ای پسر بدین پند، از پند پدر شوی برو مند. غافل منشین، غافل منشین، نه وقت بازی است، وقت هنر است و کارسازی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. میکوش به هر ورق که خوانی،
بگوش به هر ورق که خوانی تا جمله مطالبش بدانی. هرچی که دل بدان گراید گر جهد کنی به دست آید. گفتن زمن از تو کار بستن، بیکار نمیتوان نشستن. پس برازی که درست بیت های شعر خوانده تانسته باشیم، شاگرد عزیز بسیار بسیار مرور کنیم، زحمت بکشیم تا ای که بیت های شعر دقیق و منظم خوانده شود. پس بعضی لغات در این بیت ها و یا مصرع ها دیده میشه که باید گفت، و در آخر صفحه که در اینجا راجع به لغات درس، چهار لغت وجود داره که برومند، کامیاب، کاربستن، عمل کردن، غافل، به پروا یا بی خبر، جهد، سعی، کوشش، تلاش. ولی این چهار واژه یا لغت بسنده نیست برای اینکه شما معنای شعر داشته باشین و بتونین. پس به این خاطر ما چند کلمه راجع به لغات که هدف ماست میخوایم شما هم دقیق باشین که جمع با لغات که قبلا بهتون نشان دادم یک جا کرده حفظ میکنین، در کتاب هایتون می نویسین برای اینکه جمله کار کنین و بیشتر بدانین. گر اگر مانید نیهی بگذاری بدین و این فند نصیحت، خب برومند توانمند قوی، غافل بیخبر، خب هنر خلاقیت انسان و همچنان به خوب ماند، بهتر خوب در به خوب. مطالب موضوعات خصوصیات، گر آید یا اگر آید یا اگر بیاید، بدان به آن مانا می داشته باشه. قسمی که گفتیم گر اگر، جهت کوشش، خواب کار بستن یعنی عمل کردن در کار، به می شکل واژه هایی بود که برتان گفته شد. خب شاگرد عزیز، اوقات خوب و خوش برت می خواهم، ولی بیت های شعر باقی مانده، برتان بعدا در موردش منی خواهم کرد و فعلا شما را به خدای پاک میسپارم. کلمه هایی که راجع به پند است، هنر، دانش، جهد یعنی کوشش، شما در کتابچه‌تان از هر ای کلمه حداقل دو یا سه جمله مناسب میسازیم. پس وظیفه‌تان را در اینجا هم درج کردیم. نوشتن درس است، روحانی بیت های شعر است، نوشتن معنای شعر را میگذارین، درست است؟ چون معنا نکردیم. حالا حفظ لغات و جمله در مورد